بریم واسش. یک دو سه شاپور تلقک برو بریم. ببین اندازه گاز پیکنیکی بابای مفنگیت فقط یه دونه از تخم فدایی بیاد که باس رد بشی از زیر قرآن. آقا سنگین شروع کرده. میگن پیکنیکینه داستان چی میدونین دیگه؟ میگن او یعنی میگه بابات بنگی بوده. او چون باباش تو او ویدیو هم بود باباش نشون داده بود. سیس شبیه یکم آدمای قدیمی که خب قدیمی ها هم یکم چیزن دیگه. یعنی داره میگه بابات گاز پیکنیکی چرا بابا بعد داشته باشه. و اوه 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 فدایی که بیاد بعد از رد چی از زیر قرآن دیدی دیگه از زیرش رد میشن. سفر سلامت یه حرفا. به جیگرکی میگی کبابی افطار دنبلان و مثل همستر میندازی گوشه لپات میومدی تهران سال اوه حاجی بزر شروع شه. چی شد؟ میگه به جیگرکی میگی کبابی. خب دیدیم تو ویدیو جیگرکی بود. بعدی میگفت کبابیم داغ همه رو سیخ میزنم. سر راهی بعد دنبلان رو بندازی مثل همستر گوشه لپات. دنبلان منظورش اینه دیگه. میگفت توی آهنگش بود فکر کنم شوتیا بود که میگفت چیز میزنیم جیگر میزنیم سر راه و فلان و اینا میزنیم سر راهی. کبابی افطار دنبلان و مثل همستر میندازی گوشه لپات. میومدی تهران سال 84 رو پای نرد میشستی کرایت نصف شد تو پیکان. من رد کردم مرز و قاچاق چون حکمم خط نمیشد به زندان. 6 کیلو جملای بیتام خدا که سهل ما کلاغ پر میدیم به شیطان. کارفور خدا که سهل ما کلاغ پر میدیم به شیطان. معلوم بود دیگه ما کلاغ پر میدیم حتی به شیطان. 84 قدیما یادتونه دیگه تاکسی سوار میشدیم رو خیلی ها اینجوری بودن رو پای. حالا چرا باید اینو میگفت؟ چرا اینو باید میگفت؟ ولی من قاچاقی پیچیدم و بیتام اینجوری. چرا باید اینو میگفت؟ چون اونجا سند اگه نگی چون خیلی چیزت شد نشستی تو صندوق 206 بگو بینم پکوشم بنزاد. چی؟ ما کلاغ پر میدیم به شیطان. کار فوری شد نشستی تو صندوق 206 بگو بینم پکوشم بنزاد. اوه حاجی اینه خیلی ریز زده خیلی دقیق. برای ویدیوهاشون خب بنز میوردن و فلان بنزو که صدای دزگیرش هم و این چیزش میومد میزدن سویچ میزدن اینا دزگیرش قفل وا میکردن که اینجا هم اومد میگه آقا کار فوری شد نشستی عقب 206 مگه بنز خودت نی؟ کار فوری شد چرا اونجا اونا اجاره ای بوده پس؟ اوکی واسه مجوز سه میکشی تو کف ارشاد اینه یا کریم دنبال ارزن مفت افتادی با منگار تته پته چیه برو لاشی بیای معلم ها میفتی به پت پت میزنی تکته در میاد ای که میریزه پشما چوری که حتی نمیره با لیزه. معلوم بود دیگه حالا اون پت پت میکنن کفترها. لای ابروات شاپور میکنه خندق بعد بار انداز خاکت میکنیم شمال زیاد داره جنگل. بعد بارانداز خاکت میکنیم. بارانداز هم گفت چون شمالی ها کشتی گیرن دیگه به کشتی خطه کشتی خیز. شما پاتون میلرزه ما تو جیبمون تلفن زنگ میخوره بار ترخیص میشه لب بندر بی بی باری آنالیشون کن طرفن. قاچاق میکنی شاپور قاچاق میکنی. شما پاهاتون میلرزه ما تو جیبمون ویوره گوشی رو میگه. اوکی بابا فرسی اک تو بگی زنگ میخوره بار ترخیص میشه لب بندر بی بی باری آنالیشون کن طرفن اینو با کیا بازی نیست مافیا جدی احمق میپره کن. پای داشت فدایی رو کشید وسط. آریان داشت فدایی. آره دیگه بندر بی بی باری آنالیشون کن طرفن اینو با کیا بازی نیست مافیا جدی احمق میپره کلت پیدات میکنم در بری تپت بهت نزدیک درم رگی گردن تیزی دستم پشتم دیوارای ششم و پشگرمیتون به سرهنگ دماغت قرمز میشه مثل دلغک. اوه اوکی بازی اینجا رو ولی یه بار دیگه باید گوش کنیم. گفت مافیا بازی نیست. بازی مافیا این مافیای واقعی بازی نیست اونجوری. من کلملت رو میندازم میره. خیلی داره لاتیمیادا شاپورا نشه اولین بیفی که یکی توش یه بلای سرش اومد. ترخیص میشه لب بندر بی بی باری آنالیشون کن طرفن اینو با کیا بازی نیست مافیا جدی احمق میپر کلت پیدات میکنم در بری تپت بهت نزدیک درم رگی گردن تیزی دستم پشتم دیوارای ششم و پشگرمیتون به سرهنگ دماغت قرمز میشه مثل دلغک. وصلین دیگه میگه شما وصلین پشگرمیتون به چیزه دماغتون قرمز میشه سرده. تشمشی اندازه یه رون تایسون کوچولو تو رو میندازم تو داشبورد. نکنه چه سویچی با پوری بود. نه ولی میدونیم با کاگان بود. گفت میزنم بتل بشه میزنم فایت بشه میزنم پانچ تایسونی فایت و وارزون و اینا میگفت. یه تو اندازه رونه اونی واقعا هم آدم گنده یه تایسون سنگین وزن بود دیگه. کوچولو تو رو میندازم تو داشبورد کوچی اپوست رئیست میسازم پالتو کلت میرسه به تخمان برقصیم تانگو. یعنی حمید صفت تو میگه دیگه. یعنی میگه اون حیوانه که از پوستش پالتو درست میکنم. شاید هم مثل ادگین
که این مشکل رو داشت آدم رو چیز میکرد و از پوست موستشون وسایل درست میکرد، دیگه اونجوری دیوونه است. اوکی، چون میگفت یه گفت ببین کد تنه کیه، تو همین آهنگ دیروز میگفت، میگفت پوری میگفت ببین کد تنه کیه. بری بالا بیای پایین، تش میفهمی خودتو هم آدم مایی. کامیون گل میره از آمستردام پاریس. شما میزنید توی اون دروازه خالی، همه تون تقلید، کاراتون دروغ، انگار سیبیل گذاشته هلو. آجی قویه، آهنگ قویه، آهنگ قویه. تشمیری دست بوس رئیسی گردن کش مثل توتول. اسلام ایران و گایده، پشت سر کدوم آخون جماعتی میگیرین خونوت. اوه حاجی، ولی من جاش بودم میگرفتی چی میگفتم؟ میگفتم که مثلا اسلام ایران و گایده، ملتفت رپ فورو. میدونی خیلی فلکس سر بود. ایران و گایده، پشت سر کدوم آخون جماعتی میگیرین خونوت. تره عادی سازی با بودجه دولتی، انگار رپ میخونه شهرام سلطی. توی مربع جا میشی لازم نی قبر مستطیل. آجی اشاره میکنه به بیفه که دیروز هم ست و ترک های همچون اشاره داشت که میگفت بیفه شما دوتا که اومد باعث شد خیلی ها دوباره بخوان آهنگ بدن و فلان و اینا. میگه بودجه دولتی پشتش بود باسه داستان فراموش، اون داستانی که همه فراموش کنن، عادی سازی، برای داستان عادی سازی. ما رو چه به رب برید صراط المستقیم، شیکم گنبدی پیرم ورزشی، شده نوچه اون بی صفت ارزشی، حتی پسر گوگوش ازتون میگیره حق فیت، ماما میام ماما سی تا بده دندشیش. فکر نمی کردم یکی از اعضای ملتفت که از اون رزخری استفاده کرده بودم، ولی تو بیت بخواد از یک ترند استفاده کنه، از یک ترندی که حالا هست توی اینستاگرام که ماما سیتا اینه، اون استفاده کرد. ولی اینجا دیگه اوکی، شاپور میمباز ترند باز باشه. شده نوچه اون بی صفت ارزشی، حتی پسر گوگوش ازتون میگیره حق فیت، ماما میام ماما سیتا بده دندشیش. حتی پسر گوگوش ازت میگیره حق فیت، شاید تو لوک اول ببینیم چی داره میگه. پسر گوگوش خیلی دوستش رپ باز بشه و خالدوری بود، میگه تو با اونم بعد حق فیت بدی. یه جوری داره اینجوری میگه که اگه همکاری هم داری تو این زمینه پولی بوده، چون حتی همچون آدمی به شاید خفت اون بعد تو بهش حق فیت بدی. داری چیه جوجه لات اداری خیت، ماما میام ماما سیتا بده دندشیش. شکاری چیه جوجه لات اداری خالیه تو لیبلتون جای هلالی، کیر تو خودتون بی صفت سپاهی، پنج صبح کلیپ میدیم بعد جوری شدین فشاری. اوکی این بده. یک دو سه چی نمیشه نمیشین دقیقا نمیشه. حاجی اگه شاپور نزده بود که پوری نمیمد بگه تکس و فدایی نمیشته. نهایتا بتونی دوهل بغل کنی تو دست دنده عقب بری، نیمه ملتفت به تو نمیرسه انجیر، آب آسانسور بخور قدت بلند شه، شورت آهنی به پوش سپر پرشیا نره تو کونت، نمیخواد تیر هوایی بزنی. لفظا ببینی یه کوچولو مسیر هر گروهی رو ببینی به نظرم اینجوری مشخص میشه که ادامه اونها هم دارن چی کاری میکنن. مدل لفظا اون لفظای کف خیابونی، ولی مثلا قاف که خیلی اینا رو استفاده میکنه، یه لفظای تهرونیه میدونی، یعنی مثلا مال پایینای تهرون، حالا خود تهرانی میدونی، اصیل تهران، یعنی تو میشنوی و اینها اونجوری بود. یه کوچولو الان لفظای شاپور هم اونطوریه، اما به یه شکل یه کوچولو چیست، نمیدونم کلمش رو چجوری بگم، بیپ کمپرسیشتر، شورت آهنی و اینا دیگه خیلی ماله میدونی، یعنی اون جایی که استفاده مثلا میگن شورت آهنی و پوشین زوری نتسه اینا دیگه میدونی خیلی، ولی خب چیزیه که دارن دیگه، لا تو مثلا قمکش اون سی سیه که دارن دیگه، لفظا هم اینجوریه. شورت آهنی به پوش سپر پرشیا نره تو کونت، نمیخواد تیر هوایی بزنی، حتی خیلی خیلی گنده تراش رفتم بر نگشتم، بازارم لازم نکرده آنالیز کنی جورج سوروس تو جریان سیاسی بازارش که ساده اونو میگه. عادی سازی فعلا پا دو چرختو بزنیم، بعد خبری شد بهت میگیم بیای مثل پارسال گل بدی به سربازا خدن. شما کل اکیپتو چی؟ کی گل بده به سرباز؟ یاد هیچ کس افتادم.
ازت میخوام یه گل بدی بهم که هر سربازی دیدی گل بدی بهش. ولی کی چی؟ گل بدی به سربازا خدن. شما کل اکیپتون یه پرونده داره، اونم بکنه ننه صفت تول دادین. شام باید تا نیت باید دوست. حاجی خیلی بد گفت. او ولی حرفش فکت بود متاسفانه. خیلی بد بود ولی فکت بود. وای اصلا روم نمیشه عروش بگم. بدی به سربازا خدن. شما کل اکیپتون یه پرونده داره، اونم بکنه ننه صفت تول دادین. شام از این کسافت شد بیف، ولی خودشون شروع کردن دیگه اون مدلی گفتن. چون لفظ ببین بعضی میگفتن آقا این اومده گفته فوش گذاشته اگه نکنی، درست؟ اما خب عملیه که انجام شدنی به یحتمل محتمل زیاد نیست. یعنی چی؟ یعنی میاد با اوزی بگیره رود، که کجای دنیا الان یاری صاف میاد با اوزی بگیره رود؟ پس وقتی تو این چیزیو که نمیتونی انجام بدی، یعنی یه گزاره‌ای که انجام ناپذیره و این فوشو میذاری پشتش، درست داری به یارو میگی غلط. حالا فوش گذاشتی نذاشتی داری میگی. خب و این ولی خب این چیزی هم که داره میگه فکت نمیتونی بیه، چون بودی پدرخوانده، حالا میگفتن پدرخوانده حمید صفت لاتی بخوای بگی اون میشه. آجی دهله تو سرویس شاپور. و میدونیم دیگه پرونده چیز، پرونده حمید صفت این بود که هل داده بود پدرخوانده شو و فوت شده بود و سر همین چیز بود. حاجی تا نیک باد بوس 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 گفت این بوسم میدم انعام گارسون بوس بوس لکیپتون یه پرونده داره، اونم بکنه ننه صفت تول دادین. شامگاه تا نیک باد بوس بوس. حاجی این لفظه یکم عجیب. میخوام یه بار دیگه گوش کنم. وایسا به طرز عجیبی داره این، فکر نمی‌کردم همچین لفظی بیاد من حال کنم باش توی ترک. بیای مثل پارسال گل بدی به سربازا خدن. شما کل اکیپتون یه پرونده داره، اونم بکنه ننه صفت تول دادین. شامگاه تا نیک باد بوس بوس. هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو رپ فارسی همچین چیزی بشنویم. حاجی قدر بود. حاجی قدر بود.